خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو، سلام علیکم آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خوبه؟ خیلی خوشحالم مجدد میتونم با اتون تماس بگیرم. آقای دکتر، من روز دوشنبه خدمتتون زنگ زده بودم در مورد دخترم که گفتم 37 سالشه، توی کاناداست زندگی میکنه. شما اومد که به جواب برسین دیگه قطع شد تلفنتون، ببخشید. من فقط سریع خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر، من خدمتتون گفتم که دختر کوچیکمه، بعد رفت کانادا، بعد از 2 سال اصلا تغییر اخلاق و نمیده. قبلا خب یه دختر آرومی بود، مثلا هیچ وقت با هیچ کس مشکل نداشت، یه موقع پرخاشگری میکرد سر یه چیزایی، مثلا یه ناراحتی میکرد، دعوا میکرد، گریه میکرد، خیلی هم گریه میکرد، بعد آروم میشد دیگه، مثلا هیچ مشکل نداشت و همیشه با هم. آخه عزیزم، یه آدمی که سب کنید آخه بی دلیل گریه میکنه، گریه زیاد میکنه، چطور مشکلی نداره؟ شاید ما نمیدونستیم. خب حالا من متوجه هم، بنابراین آخه شما یه جوری بیان میکنید که دخترتون سالم بوده. بس. نبوده آدم حتی یه دفعه پنج دقیقه هم که ضروری نیست گریه میکنه یا مرتبط نیست، خب معلومه مشکل مسئله روانی داره. حالا خوب الان مشکل، من فکر کنم شما حرفتون این است که نمیخواد اعضای، نه من فکر کنم تا اونجایی که من یادمه ایشون نمیخواد هیچ کنم از اعضای خانواده رو ببینه، با هیچ کس حرف بزنه، درسته؟ دقیقا همینطوره. دقیقا. خب منم عرض کردم، خب چیکارش میکنی؟ حتی بهش میگم برای من مثلا چیز بزن، برای من یه دونه چیز بفرست، دعوتنامه بتونم بیام اونجا، دعوتنامه بفرست که من بیام اونجا، حتی اونم انجام نمیده. خب معلومه نمیده، برای که میگه نمیخوام. ولی شما فکر کنم گفتید یه خواهری داری که اون تو کانادا است. خب گفتم بله. از خواهر، از دختر تو استفاده کنید. نه خواهر دیگه تو کشور دیگه است. برای یک کسی که بدون اونم رابطه رو قطع کرده. خب آخه کاری نمیتونه که، من که نمیدونم چی میگه. میگه من چرا رابطه رو با شما نمیخوام؟ میگه شما رو خط قرمزای من پا میذارین، شما نباید از من بپرسین من چی کار میکنم، نباید به من بگین من اقامت گرفتم یا نگرفتم، نباید به من بگین مثلا کجا زندگی میکنم. خب برای دخترتون دیوونه است؟ نه. رو از من نکنید. نه نه، ببینید عزیز، کدام دختر یا پسر میتونه به پدر و مادرش بگه که شما نمیتونید از من بپرسید که من اجازه اقامتم تو این کشور گرفتم یا نه؟ خط قرمز من این کجاش اشکال داره؟ اینکه پدر و مادر نمیدونم. به خدا آقای دوزه، من چیزایی که از این میشنوم دارم به شما میگم. خب منم میگم آخه سر صحبت رو باز کنم جدیدن، مثلا 4-5 تا میام سر صحبت باز کنم که دخترم کیه، چه مشکلی هست، چی شده، مثلا شما اینقدر تغییر دادی، میگه خودتون کردین، قطع میکنه. حالا خب بنابراین دخترتون مسئله روانی داره، چه هست من نمیدونم. حالا شما من بگید تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتید؟ به من نگید نداشتیم، ولی اینکه با این حرف دخترتون داشتید چی بوده؟ ببینید از نظر روانی اونا سم، شما اینطور که من یعنی اکثر صحبتات رو گوش میدم همچین چیزایی رو نداشتیم. یعنی شما وسواس تو خانواده؟ مادر خود من خب مشکل داشتم، ولی در اثر که خب خیلی از کوچیکی سختی کشیده بود. نه نه، به سختی کاری نداره. بزرگ شده بود. نه نه نه، صبر کن. آخه ببین، با شما الان دارید تشخیص هم میدید. میشه من بگید مشکل مادرتون در بزرگسالی چی بود؟ در بزرگسالی افسردگی بود. خب خب، پس بنابراین افسردگی تو خانواده است. دخترتون هم علائم افسردگی رو نشون میده. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که دختر شما افسردگی داره که همراه هست با خشم و عصبانیت شدید و مسئول و مقصر دیگران رو میدونه. حالا هرچند خب یه مقداری نمیخواد رابطه برقرار کنه، پدرشو اصلا یعنی به هیچ عنوان نمیتونه انگار قبول کنه. حالا خب برای که به هر حال، حالا شما به من بفرمایید، شما به من بفرمایید آیا بچه ها کودکی آرامی همراه با امنیت و آرامش داشتن؟ خب ببینید، مسئله و مشکلات مثلا من و همسرم هیچ‌وقت نداشتیم، ولی خب مثلا همسرم ورشکستگی داشته، نداری داشتیم، از جایی به جایی رفتن رو داشتیم،
هم خب وضعیت مالی مثلا یکی دو بار وضعیت مالیمون خیلی خوب شد که بچه ها رو تونستیم از اینا خارج کنیم، ساپورتشون کنیم، ولی بعد دوباره مثلا به هم ریخت. یه بار مثلا تو قطعنامه سال 71 که آقای رفسنجانی اعلام کردن تو اینا پارچه فروش بودن، خیلی ورشکستگی سختی شد. ما رفتیم تو یه جای خیلی کوچیکی زندگی کردیم، از یعنی فکر کنید خیلی وضع خوب یهو بیاد پایین. بعد ولی خب کار کردیم، درست کردیم، مجددن همسرم مجددن ورشکست شد. الان هم طوری که نمیخوام بگم وضع بدی داریم، نه، ولی چی وضع مالی خیلی معمولی. نه ببینید، آخه وضع مالی الانتون مسئله نیست، بچه ها کودکی رو همراه با ورشکستگی و نگرانی ما، خب اینا رو آسیب. ببینید آنچه که شما به من میفرمایید، من اصلا تردید ندارم، دختر شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، نه مادر میخواد نه پدر میخواد، مهم اینه که بشه یه کسی قانعش کنه، راضیش کنه بره دکتر. به همجرد بود که فکر میکنم شما میفرمایید حرفی نظری، من فکر کنم خدمتتون عرض کردم، ببینید دوستانی دارید که بتونن برن در، اگر شما کانادا، شما گفتید کدام شهر کانادا هستن، یه کسی رو پیدا کنید ایشونو تعقیب کنه، آره گفتید تعقیب کنه، ببینه سر کار میره، درس زندگی چجوری، خونش خونه نمیدونم 10 متریه 1000 متریه، ماشینش چیه، نوع کارش چیه. شما این مقدار اطلاعات میخواید که کسی نداره، اگه کسی از فامیل و آشنایان در کانادا هست اطلاعات کاری. آقای دکتر، هنوز اطلاعات کاری، فقط من اینو میدونم که این درس آیلتس میداد توی خونه آنلاین. بعد اولو که آنلاین نبود، کرونا نبود، میرفت شاگرداشو میدیم مثلا توی یه جای قرار میذاشتن درس میداد. بعد از اینکه آنلاین شد، الان آنلاین داره درس میده، فکر میکنم توی یه جایی مثلا یه حالت شرکتی چیزی هست که مثلا شاگردا رو از اونجا میگیرن. آخه این جزئیات مهم نیست عزیزم. نه ببینید، شما یه جوری متوجه عرایض من نیستی. منظورم این است که ایشون درآمدش 1000 دلاره یا 5000 دلار. اون اصلا دوم، آیا رفتار غیر عادی، زندگی غیر عادی داره، با هیچ کس رابطه نداره، میره درس میده، میاد خونه، تنها تو خونه است یا نیست؟ یکی هست که بتونه یه همچی گزارشی بهتون بده اگر بتونه این اطلاعاتو بگیره، ولی فرقی نمیکنه. شما تنها راهی برای ارتباط با ایشون نداری به نظر میرسه. بله. یک کسی اگر از دوستان، بله، آشنایان، فامیل یک کسی پیدا بشه که در ارتباط باشه ببینه اوضاعش چطوره. دوم، اگر واقعا فکر میکنه حاضر حرفی بشنوه، بهش بگه بره دکتر ببینیم مسئله و مشکل داره. ولی از راه دور که شما کاری نمیتونید بکنید، کسی که با شما همکاری نمیکنه. اصلا جواب... هیچ کس هم اونجا ندارم که بخوام بگم کسی اونجا هست میتونم براش کاری بکنم. یعنی اصلا واقعا، یعنی یه پیجی هم داره، اصلا کلن پیجشو بسته، منم میخواستم مثلا فالوش کنم، اصلا سر اون یک دعوایی که چرا منو میخوای فالو کنی، از کارهای من میخوای سر در بیاری. گفتم عزیز من فقط خواستم که مثلا فالو کنم، مثلا منم یکی از فالوورات باشم که بیشتر بشه، همین. یعنی تا اینقدر میتونم بهتون بگم. خب آخه شما که اگر میخواستید بدونید اون چی کار میکنه، خب یکی دیگه میتونست بره ببینه چه خبره، یا آدم ناشناسی. دقیقا. خب به اون وقت اصلا نمیتونم میام، چون کسی رم اونجا ندارم، دسترسی هم ندارم. نه از طریق همین رایی که از رای دور خودت. حالا به هر حال عزیز، آخه چه پرسشی از من میتونید داشته باشید؟ میشه به من بفرمایید؟ همین میخوام ببینم، چون آقای دکتر یه سری هم من خدمتتون بگم، دختر من دو سال تقریبا یک سال بود رفته بود اونجا، یه خانومی هست به نام خانم دکتر سایان. نه ببینید لطفا اسمی رو نبرید، منو درگیر گفتگو نه با نام. حالا این هر کسی، نه آخه یعنی چه هر کسی ازم؟ شما نام فرد رو خط میارید بعد میگید هر کسی؟ منم به شما میگم نیارید، اما شما حریم و حرمت آدم ها رو حفظ نمی کنید. برحال من اصلا در اون باره که دیگه اظهار نظر و عقیده ای نمیتونم داشت باشم، من هرگز راجع به هیچ کس حرفی نمیزنم عزیز. نه اصلا نمیخوام بگم، فوق العاده آدم خیلی خوبی هست، خب. من هیچ مشکلی بگم، من چون خیلی گوش میدم دیگه. تو میشد که از اونجا هم اومد بیرون. حالا دیگه بنابراین شما ببینید یه راهی لطفا پیدا کنید که کسی بتونه با فرزندتون در ارتباط باشه. امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید. فکرم نمی کنم اگر شما اونجا برید مشکل و مسئله حل بشه.
بعدم به هر حال او نمیخواد با شما رابطه و ارتباطی داشته باشه. با کمال تأسف باید بپذیرید، ولی دورا دور اگر میتونید از راههایی ازش خبری داشته باشید که سالمه، خوبه، خوشه، به هر حال این حد اکثر کاری است که میتونید بکنید. و به هر حال متاسفم از اونچه شنیدم، امیدوارم خبری بگیرید و امیدوارم او هم با شما در ارتباط باشه و اگر مسئله و مشکلی داره بتونه حل کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.